سلام عرض میکنم به همراهان خوب کانال مستر ریپورتر. وقتتون بخیر. من میسیز ریپورتر هستم و خوشحالم که در این برنامه هم در خدمتتونم. پیش از هر چیز ممنون از همراهی همیشگیتون و سپاس از اینکه با لایک و کامنتاتون ما رو حمایت میکنید. در این برنامه با سه خبر از هنرمندان ایران همراه شما هستم. لطفاً تا پایان برنامه ما رو دنبال کنید. خبر اول به آتیلا فسیانی اختصاص داره که برای تهیه سریال نوروزی همبازی مقابل دوربین میره. ادامه تصویربرداری سریال نوروزی همبازی به کارگردانی سروش محمدزاده و تهیه کنندگی نوید محمودی در تهران در حال انجام است. آتیلا فسیانی، خیام وقار، هادینا کیانی و زهره نعیمی نیز به گروه بازیگران مجموعه اضافه شده‌اند. با توجه به اینکه سریال همبازی برای پخش در ایام نوروز در نظر گرفته شده، دو گروه تصویربرداری در تهران و اطراف گرمسار مشغول ضبط تصاویر هستند. دیوا زاهدی، کامران تفتی، حسین مهری، مریم مؤمن، علیرضا استادی و امیر کاظمی نیز پیشتر جلوی دوربین سروش محمدزاده رفته بودند. همبازی ملودرام عاشقانه است که سعی دارد در فضای جدید با قصه اجتماعی به قلم وحید حسنزاده و مریم اسمیخانی با طراحی نوید محمودی به روابط اشتغال جوانان و هویت نگاه ویژه‌ای داشته باشد. همبازی برای پخش در نوروز 1400 آماده می شود. از جمله عواملی که در این سریال همکاری دارند عبارتند از کارگردان سروش محمدزاده، تهیه کننده نوید محمودی، مدیر فیلمبرداری مرتضی غفوری، تدوین نیما جعفری جوزانی، صدا بردار سعید بجنوردی، آهنگساز ابوالفضل فراز، سرپرست گروه کارگردانی شکیل مظفری، صداگذار حسین قورچیان، طراح چهره پردازی محمود دهقانی، مدیر تولید علیرضا باقربیگی، طراح صحنه احمد عبداللهی، جانشین تولید سیاوش رمضانلو، طراح لباس زهره سلطانی، برنامه ریز نوشین شکری، منشی صحنه فروغ قیاسوند و روابط عمومی سپیده حیدر آبادی می باشد. همبازی به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما تهیه و تولید می شود. خبر دوم به حضور شهاب حسینی در جشنواره فیلم فجر با فیلم طلاخون اختصاص دارد. فیلم سینمایی طلاخون ساخته ابراهیم شیبانی در 39مین جشنواره فیلم فجر شرکت کرده است. سینمای کشور طی نیمه اول سال 1399 با چالش‌های فراوانی روبرو بوده است. بروز و شیوع بیماری کرونا از اسفند ماه سال گذشته چرخ تولید و اکران در سینما را به طور کامل متوقف کرد و به اذعان بسیاری از کارشناسان ضربه طولانی مدتی را بر بدنه این هنر وارد کرد. حال پس از مدت‌ها انتظار سینماهای کشور در آستانه بهمن ماه و همزمان با نزدیک شدن به برگزاری 39مین جشنواره فیلم فجر بازگشایی شدند تا بار دیگر با برگزاری این رویداد مهم سینمایی خون در رگ‌های هنر هفتم به جریان بیفتد. در این میان کارگردانان جوان و پیشکسوت سینما با توجه به اعلام رئیس سازمان سینمایی مبنی بر قطعی بودن برگزاری جشنواره فیلم فجر پیش تولید خود را آغاز کردند و سینما بار دیگر با سرعت به سمت مسیر همیشگی تولید و عرضه قرار گرفته است. محمد حسین مهدویان، رضا میرکریمی، مانی حقیقی، مرتضی علی عباس میرزایی، وحید جلیلوند، محسن قرائی، اصغر فرهادی، آرش انیسی، مهدی جعفری و نیما جاویدی از جمله کارگردانان سرشناسی هستند که هم اکنون پیش تولید و یا تولید آثار سینمایی خود را آغاز کردند. طلاخون فیلمی به کارگردانی ابراهیم شیبانی زمستان سال گذشته در قزوین مقابل دوربین حسین جعفریان رفت. شیبانی کارگردانی است که تجربه ساخت فیلم زهر عسل، صحنه جرم ورود ممنوع، هیچ کجا هیچ کس و سریال پازل را در کارنامه هنریش دارد. او این بار به سراغ فیلمی متفاوت با حضور بازیگران سرشناس رفت و از عوامل حرفه‌ای برای انجام کارهای فنی فیلم بهره برد.
داستان این فیلم روایتگر یک پرونده جنایی و درگیری زنی با این ماجراست که در اثر ژانر درام اجتماعی ساخته شده است. نام فیلم طلاخون تا به حال دوبار تغییر کرده است و اولین بار که موضوع ساخت این فیلم مطرح شد، نامی از چک نویس های یک مادر خانه‌دار به میان آمد که به دلیل طولانی بودن به نام خورشید همچنان می‌درخشد تغییر کرد و در آستانه پایان تصویربرداری به طلاخون تغییر نام داد. شهاب حسینی که پیش از این تجربه همکاری با ابراهیم شیبانی را در فیلم زهر عسل داشت، بار دیگر در فیلم طلاخون به عنوان بازیگر مقابل دوربین این کارگردان رفت و با حسام منظور هم بازی شد. شهاب حسینی و حسام منظور در فیلم مست عشق با یکدیگر هم بازی بودند. شهاب حسینی، حسام منظور، زهرا خوشکام، بهار قاسمی، ترنم کرمانیان و غیره بازیگران این فیلم را تشکیل می‌دهند. و آخرین خبر هم به مجید اخشابی اختصاص داره که قرار است تیتراژ پایانی سریال دهنمکی را بخواند. مجید اخشابی تیتراژ پایانی سریال دادستان به کارگردانی مسعود دهنمکی و تهیه کنندگی محمد خزائی را می‌خواند. مجید اخشابی پیش از این نیز در سریال دارا و ندار با مسعود دهنمکی همکاری موفقی داشته است. محمد اصفهانی در اخراجی های 1 و زنده یاد بهنام صفوی نیز در اخراجی های 3 کار خوانندگی تیتراژ پایانی فیلم های دهنمکی را به عهده داشتند که هر یک از آنها کارهای ماندگاری در حوزه موسیقی به حساب می آیند. مجموعه تلویزیونی دادستان سریالی اکشن و پلیسی است که در 17 قسمت با محوریت عدالت خواهی و فساد ستیزی آخرین مراحل پس از تولید را سپری می کند. دهنمکی ساخت سگانه پرمخاطب اخراجی ها، رسوایی های 1 و 2، معراجی ها و زندانی ها را در کارنامه خود دارد. محمد خزائی نیز فیلم های سینمایی به وقت شام به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و قلاده های طلا به کارگردانی ابوالقاسم طالبی را بر عهده داشته است. در خلاصه داستان این سریال آمده است، دادستان یک سریال تخیلی است و مربوط به هیچ دولتی نمی شود. محمد کاسبی، سید جواد هاشمی، هومن برق‌نورد، برزو ارجمند، علی سلیمانی، بهنوش بختیاری، سحر قریشی، علی رضا استادی، کاوه سماکباشی، اصغر نقی‌زاده، هلیا امامی، رضا توکلی، محمود مقامی، نگار فروزنده، نیما شاهرخ شاهی، مجید شهریاری، شیوا خسرومهر، فریبا ترکاشوند، فرج الله گل سفیدی، ابراهیم کوخایی، حمید متقی، مختار سائقی، مریم وانشانی، یاسمن ترابی، مجید قادری و غیره در سریال دادستان بازی می کنند. ممنون از اینکه تا پایان برنامه با ما بودید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت هایی که میذارید به ما انرژی بدید و ما رو همراهی کنید. شاد و پایدار باشید.